تظاهرات در مقابل سفارت حکومت آخوندی در روم در اعتراض به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران. سخنرانی‌های امانوئل پوتسولو عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا، چینزیا بونفریسکو نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا، الیزابتا زامپاروتی از انجمن حقوق بشری به قابل دست نزنید. ابستو خامنه‌ای دیوا دیوا لیبرتا. 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 در اعتراض به موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، از جمله اعدام اخیر سمیرا سبزیانفرد بعد از 10 سال زندان، یک تظاهرات به ابتکار انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید، روز چهارشنبه در مقابل سفارت حکومت آخوندی در روم برگزار شد. در این تظاهرات اعتراضی، امانوئل پوتسولو عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا، خانم الیزابتا زامپروتی از مسئولین انجمن به قابیل دست نزنید و خانم چینزیا بونفریسکو نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا شرکت و سخنرانی کردند. Grazie a voi per la vostra continua testimonianza di libertà. Io ho voluto essere qua oggi in rappresentanza del Comitato Interparlamentare per un Iran libero. Vi porto i saluti del senatore Giulio Terzi. امانوئل پوتسولو عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا در سخنان خود گفت: از شما تشکر می کنم به خاطر تلاش های مستمرتان برای آزادی. من از طرف کمیته پارلمانی دوستان ایران آزاد در این اکسیون شرکت می کنم و حمایت آقای جولیو ترتزی از شما را نیز آورده ام. ما از اینجا از این خیابان در روم می خواهیم پیامی مهم را به کسانی که در این ساختمان هستند برسانیم که باید به ما گوش دهند، هرچند که می ترسند. همانطور که رژیم در تهران مانند تمام دیکتاتورها از طوفان آزادی که به طور اجتناب ناپذیری به سوی ایران می وزد ترسان است. ما باید فداکاری هزاران تن از شهیدان آزادی و تمام کسانی را که از حاکمیت این رژیم در رنج و ستم هستند به خاطر داشته باشیم. از جمله رنج‌های مردم فلسطین در خارج از ایران، چرا که بانی اصلی این وضعیت در فلسطین هم همین رژیم است. Irrinunciabilmente sta spirando anche verso l'Iran, hanno paura e noi dobbiamo ricordare il sacrificio dei tanti martiri per la libertà di tutte le persone che subiscono continui soprusi in Iran oggi e a causa dell'Iran oggi, non soltanto in Iran. Come bene hai ricordato tu, anche la situazione attuale della Palestina. امانوئل پوتسولو افسود: زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اروپایی و ایتالیا به طور جدی دریابند که این مراکز رژیم که سفارت خوانده می‌شوند در واقعیت مکان‌های تروریستی هستند. این وظیفه ما سیاستمدارهای اروپایی است که این مسئله را روشن کنیم که حضور کسانی که در این مکان‌های دیپلماتیک مخفی هستند برای صلح و سیاست‌های بین‌المللی مخرب است. پوتسولو در پایان خواستار بسته شدن سفارت‌های رژیم شد. È ora che l'Italia e l'Europa ragionino seriamente se consentire che questi luoghi siano chiamate ambasciate e non avamposti di uno stato terrorista. È questo che noi come politici europei dobbiamo incominciare a ragionare e su questo dobbiamo lavorare, perché è inaccettabile che dentro quelle sedi diplomatiche si nascondano personaggi che influiscono in modo malevolo sulla politica mondiale e sulla pace. Grazie anche per l'idea di organizzare questa nostra manifestazione. Non siamo molti, è stata organizzata nell'arco di un paio d'ore. الیزابتا زامپروتی از مسئولین انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید در سخنان خود گفت: ما اینجا هستیم تا بگوییم اعدام را متوقف کنید. با اعدام سمیرا رژیم ایران در طول یک سال اخیر بیش از 820 تن را اعدام کرده است. یعنی در هر روز 2 نفر اعدام شدند. اعدام سمیرا برای ما بسیار تکان دهنده بود، چرا که او در زمانی که فقط 15 سال داشت به ازدواج اجباری واداشته شده بود.
با اعدام وی تعداد زنانی که در این سال اعدام شدند به 21 نفر می رسد. در سالهای اخیر رژیم ایران 224 زن را اعدام کرده است. رژیم حاکم بر ایران افراد زیر سن قانونی را اعدام می کند و رژیمی است که به هیچ وجه به قوانین بین المللی پایبند نیست. چه باید کرد؟ ما کشورهای آزاد و دموکراتیک در این زمینه مسئولیت داریم و می بایست به آن گردن بگذاریم. ما می بایست سریعاً و قاطعانه به سیاست مماشات با این رژیم جهنمی خاتمه بدهیم. ما در برابر یک رژیم خونریز قرار داریم که به همه قوانین و حقوق انسانی بی‌اعتناست. ما می بایست سیاستمان را تغییر بدهیم و به هر گونه مماشات نقطه پایان بگذاریم. Abbiamo una responsabilità, abbiamo un dovere ed è quello di interrompere ogni politica di accondiscendenza con questo regime che è sul pianeta in cui viviamo il più terribile, il più oscuro, il più oscurantista. ما مخصوصاً می‌بایست آن نیرویی که به واقع می‌تواند نقش آلترناتیو داشته باشد را شناسایی کنیم. این نیرو هست و وجود دارد. ما دهه هاست مقاومت ایران را می شناسیم. در رهبری این جنبش دقیقاً به خاطر سرشت زن ستیز رژیم حاکم بر ایران یک زن مریم رجوی قرار دارد. به عقیده من همین امر فقط نمادین هم نیست و می تواند نشان دهد که چقدر مهم است که از این جنبش حمایت شود. زمان آن رسیده که غرب مقاومت ایران را رسماً به رسمیت بشناسد. Noi conosciamo da decenni la resistenza iraniana. Noi sappiamo che a capo di questo movimento, di questa organizzazione c'è non a caso per manifestare tutta l'alterità, tutta la diversità, tutta la possibile alternativa insita in questa organizzazione rispetto ad un regime teocratico e misogino c'è appunto alla guida di questo movimento, alla guida della resistenza iraniana, una donna, Maryam Rajavi. Credo che già questo fatto, diciamo simbolico... Maryam Rajavi چند پیش به کشور ما ایتالیا آمده بود و یک برنامه بسیار پرمحتوا در یکی از مهمترین سالن‌های پارلمان انجام گرفت. این خود دلیلی شد که رژیم ایران سفیر ایتالیا در تهران را فرا بخواند. وزیر امور خارجه ما به خوبی گفت که همه دموکرات‌ها از جمله مقاومت ایران می توانند در کشور ما حضور داشته باشند. در مباحث امروز در پارلمان هم مطرح شد ما بی‌بایست هر چه زودتر از شر رژیم آخوندی خلاص شویم. با هم و با مریم رجوی. Un mondo più sicuro, un mondo più pacifico. Dobbiamo quanto prima liberarci del regime teocratico e misogino dei mullah. Io credo insieme alla resistenza iraniana, insieme a Maryam Rajavi. Saluto la resistenza e la diaspora iraniana per essere qui. Insieme a Elisabetta Zamparuti, a tutto il Partito Radicale e a altri esponenti del Parlamento italiano e del Parlamento europeo che intendono sostenere la causa della libertà, del rispetto e della dignità delle persone e per garantire... خانم چین زیا بونفریسکو نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا سخنران دیگر این تظاهرات بود. وی گفت فعالیت ما با امید به فرارسیدن روزی که در ایران دموکراسی و آزادی مستقر شده، شهروندان ایرانی از حقوق دموکراتیک بهره‌مند شوند، ادامه دارد. ما خواهان تغییراتی در صحنه سیاسی بین‌المللی هستیم. رژیم ایران تأمین کننده مالی تمامی گروه‌های تروریستی است که به نوبه خود تهدیدی جدی برای غرب و به خصوص برای کشور ما و سایر کشورهایی که در کرانه مدیترانه اند محسوب می‌شوند.
اما امروز ما برای انسان‌ها اینجا هستیم. انسان‌هایی که در میان آنان زنان با شهامت ایرانی وجود دارند که ثابت کردند می‌توانند قیام و جنبش آزادی‌خواهانه ایرانیان را علیه خونخوارترین دیکتاتوری جهان رهبری کنند. Le donne iraniane che con il loro coraggio hanno dimostrato di poter guidare la rivolta del popolo iraniano contro uno dei più feroci regimi, una delle più sanguinarie dittature del mondo. Noi non possiamo abbandonare le donne come Samira impiccata. وی با اشاره به اعدام سمیرا سبزیان گفت: ما باید به خاطر دفاع از حقوق چند صد سمیرای دیگر که هر روز با هدف متوقف کردن قیام توسط رژیم ایران مسلح می‌شوند در صحنه حضور داشته باشیم. رژیم قصد دارد فریاد آزادی خواهان را در گلو خفه کند. ما خوب واقفیم که توحش رژیم صرفاً متوجه شهروندان ایرانی نیست. آنها پشتیبان سازمان‌های تروریستی هستند که تهدیدی جدی برای کل جهانند. این رژیم از تمام نیروهای تروریستی حمایت مالی می‌کند. بنابراین باید با آن مقابله کنیم. در نتیجه باید به روابط اقتصادی و تجاری با بانک‌های ایرانی خاتمه داد. به خصوص به دلیل اینکه درآمدهای آنها صرف تأمین مالی تروریسم می‌شود. بایستی با آنها مقابله شود. بنابراین می‌خواهم به رژیم آخوندها بگویم شرم کنید. از دنیا شرم کنید. دنیا نمی‌تواند و نباید رژیم ایران را که حامی تروریسم است تحمل کند. بنابراین ما در کنار مبارزان، آزادی خواهان و همچنین در کنار جامعه مخالفان ایرانی مقیم خارج ایستادیم. Vergognatevi di fronte al mondo intero. Il mondo intero non può tollerare il regime iraniano che sostiene il terrorismo in tutto il mondo. E noi saremo qua, al fianco della diaspora, al fianco delle persone che combattono in tutti i paesi europei e in tutti i paesi dell'Occidente, perché l'Occidente sia forte contro l'Iran, si opponga all'Iran e isoli l'Iran dalla comunità internazionale.